خانم خدا و با عرض سلام به خبرها این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. مشروع خبرها با من روما عادل. ماموریت سیاسی دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل یا یونما در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید گردید. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت یونما در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید نمود که این اقدام پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان نخستین تمدید ماموریت سیاسی یونما است. در اعلامیه این شورا آمده است که از میان 15 کشور عضو 14 کشور به این مسوده رأی مثبت دادند، اما روسیه به دلیل به این مسوده رأی ممتنع داد که در این مورد باید نظر امارت اسلامی نیز گرفته شود. امارت اسلامی از تمدید ماموریت یونما در افغانستان استقبال می کند و می گوید که حضور یونما در افغانستان مهم و مؤثر است. مسوده تمدید فعالیت های یونما در افغانستان که از سوی نروژ تهیه شده بود، از 15 کشور عضو این شورا 14 رأی مثبت گرفت. اما روسیه به این مسوده رأی ممتنع داد، زیرا میخواست که نظر امارت اسلامی نیز باید در مورد این مسوده گرفته شود. نماینده یک کشور نروژ در سازمان ملل گفت که این مسوده نه تنها در بخش کاهش بحران بشری و اقتصادی در افغانستان مهم است، بلکه برای رسیدن به هدف صلح و ثبات در این کشور نیز اهمیت بیشتر دارد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بر تعهدات ملل متحد در رابطه با حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و وحدت ملی با افغانان بار دیگر تاکید کرد. فقر جدول الاعمال تعداد آرای مثبت 14، شمار آرای مخالف 0 و تعداد آرای ممتنع 1 است. نماینده آمریکا در ملل متحد پس از این تصمیم بر ایجاد حکومت در افغانستان تاکید نمود که در آن به شمول زنان نمایندگان تمام جناح‌ها در آن سهم داشته باشند و میگوید که آنان تمام فعالیت‌های طالبان در افغانستان را نظارت می‌کنند و گفت به شورای امنیت وظیفه سپرده شده که برای دیالوگ افغانان و جهانیان زمینه سازی کند. خطنامه امروز متحد بودن دائمی جامعه جهانی با مردم افغانستان را جلوه می دهد. این خطنامه به یونما توانایی می دهد که بر رشد حکومتداری همشمول پاسخگو و مشترک تمرکز کند. ماموریت جدید اطمینان داده می تواند که کار حیاتی خود را در بخش تقویت زنان و دختران و دخیل بودن کامل آنان مساوی و معنادار آنان در تمام مراحل ادامه بدهد. یونما مبارزه خود را در برابر حالت اضطراری بشری و بحران گسترده اقتصادی ادامه خواهد داد. وی همچنان بر بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان تاکید کرده و گفته است که تصمیم اخیر آمریکا در رابطه با دارایی غصب شده افغانستان به نفع افغان هاست. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد میگوید که هنگام تدوین مسوده این خطنامه تلاش کردیم که نقطه نظر طالبان نیز به حیث میزبان این ماموریت کمک رسان ملل متحد در نظر گرفته شود، اما به گفته وی کشورهایی که در جریان چندین سال در افغانستان داخل بودند این موضوع را نپذیرفتند و گفت که ماموریت یونما باید به گونه واقع بینانه تعریف شود. حمایت مقامات بر سر اقتداریان طالبان برای یونما زمینه سازی می کند که ماموریت خود را به گونه سازنده تکمیل کند و به اهداف خود برسد. امنیت کارمندان ملل متحد را اطمینانی می سازد، همچنان طوری که رابط دوامدار نمایندگان خاص با طالبان مهم است. نبود این موارد سبب می شود که ماموریت یونما و تلاش های جهانیان در افغانستان متاثر گردد. نماینده چین در سازمان ملل متحد میگوید که ماموریت جدید یونما در افغانستان باید به دقت بررسی شود و واضح گردد که آیا این ماموریت در رسیدن به اهداف خود پیروز خواهد بود و آیا اولویت های این ماموریت درست است. و به گفته وی اگر نیاز پیدا شود تغییرات اصلاحی در آن آورده شود. نماینده چین گفته است که دارایی افغانستان در آمریکا با مردم افغانستان تعلق دارد و باید بدون قید و شرط به افغانان داده شود. فعالیت های ماموریت جدید یونما در افغانستان باید به دقت بررسی شود و واضح شود که آیا این ماموریت در رسیدن به اهداف خود پیروز خواهد بود
و آیا اولویت های این ماموریت درست است؟ و اگر نباشد باید تغییرات اصلاحی در آن آورده شود. یوناما باید در هماهنگی با حکومت موقت کار کند و امارات اسلامی باید در تضمین امنیت کارمندان این اداره کمک کند. امارات اسلامی از تصمیم تمدید ماموریت یوناما در افغانستان استقبال نموده و این تصمیم را به نفع افغانستان خوانده است. امیدواری ما این است که جهانیان از طریق یوناما روابط خود را با امارات اسلامی تقویت و رسمی نمایند و همچنان در بخش‌های بشری، طبی و عمرانی با مردم افغانستان کمک شود. دی یوناما څخه زموږ غوښتنه دا ده چې ملګری ملتونه د اصولو له مخې یو بې طرفه نړیواله اداره ده. باید په ټولو کلنو کې خپلو ژمنو او اصولو ته پابنده پاتې شي. آگاهان امور سیاسی تمدید دوباره یه دوره یه کاری یوناما در افغانستان را مژده خوب می خوانند. اما اظهار امیدواری می کنند که امارت اسلامی با تعامل بهتر با وی به پیش رود تا با حل مشکلات مردم افغانستان رابط خود را با جهانیان تقویت نماید. زیل منم چه در افغانستان در اسلامی امارت چارواکی هم لدغ وضعیت نه د خپل هواد در اغل و مشکلات و چه در اقتصادی تحریمون دی او در افغانستان در اسلامی امارت پر رسمیت نپیجندل دی پا دی اکل لدوی سر نور هم خیر تعمل تولند چه ترغو زمو در خلق و ستونزی حل چه او در نریوالو اړیکه او تعامل د افغانستان سره جوړ شي. در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بر کمک های بشری با افغانستان، ایجاد حکومت همشمول، صلح و ثبات در کشور تاکید شده و در این قطعنامه حقوق زنان، کودکان و اقلیت ها مهم خوانده شده است. امروز جمعه 27 مهوت برابر است با روز ملی خبرنگاران در افغانستان. امسال این روز در حال فرا می رسد که پس از تحولات 15 اگست در افغانستان بیشتر رسانه ها فعالیت های خود را متوقف کردند و ده ها حتی هزاران خبرنگار وظایف خود را از دست دادند. در همین حال شماری از خبرنگاران از محدودیت های وضع شده و عدم دسترسی به اطلاعات شکایت می کنند و در همین حال بر نهادهای حامی خبرنگاران انتقاد می کنند که از حقوق خبرنگاران دفاع کرده نمی توانند و به خاطر اهداف شخصی خود به نام نهادهای حامی خبرنگار فعالیت دارند. روز ملی خبرنگاران در سال جاری در حال تجلیل می شود که نه تنها مشکلات خبرنگاران افغان کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. خبرنگاران افغان می گویند که با روی کار آمدن حکومت جدید مشکلات آنان در مقایسه به گذشته افزایش یافته است و به همین دلیل بیشتر خبرنگاران وظایف خود را از دست دادند. آنان می افزایند که علاوه از وضع محدودیت ها بر رسانه ها در بخش دسترسی به اطلاعات بر وقت نیز با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کنند. دستی پر رسانه و محدودیتون زیاد شول و رسانه سانسور شوی و سر خبریالان زکدن دی بریخو دیست داغوی رسانه پتولا که وطرل شوی دقیقی لوی برخواه چی کمزور اقتصاد دا وانسان دا رسانه و دا ترل که دو امدار از خبریالان دادن دا داس ورکول و لامل وگردیدم. امدار از یو بلا غط سونز دا رسانه و پرولانده دا معلومات ته نه لاسرسی دی چې اوس سره خبریالان لاس او مخ دي په همدې نظام کې په ګڼ شمېر ستونزو سره مخ اقتصادي ستونزو سره مخ ډېری رسنۍ موږ تاسو مینو په سلهاوو رسنۍ سقوط شوي راډیوګانې سقوط شوي تر څنګ یې تلویزیونونه له ډېرو زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شو. خبرنگاران افغانستان نه تنها این که با مشکلات اقتصادی مواجهند و وظایف خود را از دست دادند بلکه حقوق آنان نیز تا حد بیشتر پامال گردیده است. خبرنگاران حضور نهادهای حمایت کننده از رسانه ها را سمبولیک می خوانند و می افزایند که این نهادها از سالها به این سو نه تنها این که از خبرنگاران حمایت نکردند بلکه حقوق صدها خبرنگار را پایمال نیز نمودند. د خبریالانو مدافع بنسټونه هم باید وایم چې لکه د تل په څیر سمبولیک دي. دوی د خبریالانو له حق څخه
هیڅ کله دفاع نه ده کړی او د خبریالانو غاګې نه ده پورته کړی. موږ لکه د تل په څیر غوندې قرباني یو. کوم صلاحیتونه چې دغه بنسټونو ته ورکړل شوي ده متاسفانه یا هم نشي کولی چې په سمه توګه یې اعمال کړي او یا هم له دغو صلاحیتونو څخه یې سوې استفاده کړې ده او زموږ حقیې خوړلې ده. له بده مرغه چې دغه دوه لسیزې د خبریالانو په نوم باندې بېلابېل بنسټونه جوړ شوي د هغوی له حقونو نه ملاتړ کوو، همغو ملاتړ کوونکو بنسټونو نن هغه خبریالان چې د هغوی پر نوم یې پیسې له بهرنیانو اخیستلې د ملاتړ په هغه باندې، هغوی نن په دغه وروستیو څو میاشتو کې یوازې پرېښودل، هغه که د اقتصادي پلوه دي که د اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له پلوه دي. در زون شرق نیز خبرنگاران بر موجودیت نهادهای حمایت کننده از رسانه ها انتقاد می کنند و می گوید که این نهادها از سالها به این سو در بخش حمایت از خبرنگاران فعالیت های تنها بنام کردند. حتی زون که در خبریالان و در ملاتر بنسطونه چنگ چه لازمه در خبریالان و در رسانه و ملاتر ته کار نده کرده. هغه وخت چې پیښه رامنځته شي بدبختانه په هغه وخت کې راشي، لیستونه ډک کړي، نومونه ولیکي، پیښه ثبت کړي، وروسته بیا معلومیږي نه چې قضیه څنګه شوه. یوازې په دې وروستیو شپږو میاشتو کې د داسې قضیو شاهدان یو چې خبریالان پکې وهل شوي دي، ټکول شوي دي. اوس وخت کې موږ او تاسې دلته په ختیځ کې ګورو چې ډېری رسنۍ دي هغه تړل شوي دي. تقریبا 36% رسنۍ چې په ختیځ کې وي ډېری اوس تړل شوي دي او ځینې هم د تړل کېدو په حال کې دي. پدر چې کوم خبریالان شتون درلود هغه خبریالان اوس ټول روزګار ګرځي او کار نه شته. یو دغه لوی مالي ستونزه چې خبریالان خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. قابل یادآوری است که در این اواخر رویدادهای خشونت آمیز در برابر خبرنگاران نیز افزایش یافته و از 7 ماه گذشته به این سو ده‌ها رسانه فعالیت‌های خود را متوقف نمودند. ریاست استخبارات امارت اسلامی میگوید که امارت اسلامی در حدود شریعت اسلامی به آزادی بیان متعهد است و به هیچ کس اجازه نمیدهد که با بهانه های مختلف ارزش های اسلامی و ملی را پامال کند. ریاست استخبارات با نشر یک اعلامیه گفته است برخی رسانه ها نشرات را داشتند که احساسات دینی جامعه را مجروح می ساخت و امنیت ملی را تهدید می کرد. در کنار آن به عناصر فتنه انگیز برخلاف امارت اسلامی زمینه اعمال تخریبی و پروپاگند را فراهم می کرد. در خبرنامه گفته شده است که برخی رسانه ها بر تعهدات خود عمل نکردند و ارگان های مرتبط به امارت اسلامی به هدف تامین امنیت ملی کشور برخی اقدامات را انجام دادند. این اعلامیه در حال نشر شده است که قبل از این خبر گرفتاری کارمندان یک تلویزیون محلی خصوصی نشر شده بود. اداره حفاظت از کودکان یا سیو د چلدرن میگوید در حال حاضر 96% خانواده ها در افغانستان به غذای محدود دسترسی دارند. این اداره هشدار داده است که افغانستان با فاجعه بشری مواجه است و نباید به دلیل جنگ اوکراین نادیده گرفته شود. مسئولان این اداره میگویند که اگر برای بازسازی احیای اقتصاد افغانستان راه های حل مناسب برای آزادی پل های منجمد شده افغانستان جستجو نشود، این اقدامات فاجعه را گسترده تر می سازد. در همین حال شماری از ادبای عام کشور از وضعیت جاری رنج میبرند و از حکومت و جهانیان خواهان کمک هستند. این کودک وایس نام دارد، متعلم صنف دوم مکتب است. مشکلات اخیر در کشور بر زندگی این کودک نیز تاثیر ناگوار نموده است. وایس میگوید از 4 ماه به این سو به کارهای شاقه رو آورده است و تنها آنقدر عاید روزانه دارد که مشکل نفقه شبانه روزی خانوادهش به آن حل شود. بخاطر مجبوری که در ما بخاطر خانه کار میکنم که ما بخاطر مجبوری است که دوجه یا کم نان بخوریم. یک کودک دیگر که وی نیز از وضعیت اقتصادی خود راضی نیست، روزگار روزمره و بی‌بضاعتی اش را چنین حکایت می کند. دگم اینجا روز 60-70 روپا می ده با ما دگر. یک خرج عدلی هم نمیشه، نان عدلی هم نمیشه، یک کار غریبی هم نیست، درس خوانده هم نمیتانه. دگر کار غریبی نیست.
اداره جهانی حفاظت از کودکان در اوج نگرانی های در رابطه با وضعیت بشری و اقتصادی افغانستان میگوید که در حال حاضر در این کشور 96% خانواده ها به غذای محدود دسترسی دارند. این اداره هشدار میدهد که افغانستان باید به دلیل جنگ اوکراین فراموش نشود و به گفته وی اگر ذخایر پولی منجمد شده افغانستان به هدف خودکفایی اقتصادی افغانستان آزاد نشود، شاید فاجعه بشری در این کشور گسترده تر گردد. در حال حاضر 96% خانواده ها در افغانستان به آن مقدار مواد ارتزاقی دسترسی دارند که برای آنان کافی نیست. افغانستان باید به دلیل جنگ اوکراین نادیده گرفته نشود. اگر برای آزادی ذخایر پولی منجمد شده افغانستان راه حل دریافت نشود، فاجعه بشری در این کشور گسترده تر خواهد شد. این در حالی است که فلیپو گراندی، رئیس اداره جهانی سازمان ملل متحد، در پایان سفر 4 روزه‌اش به افغانستان در شرایط که فاجعه بشری در این کشور رو به افزایش است، خواهان حمایت جهانی دامدار از افغانستان شد. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، از اعلام امارت اسلامی مبنی بر بازگشایی مکاتب دختران و پسران استقبال کرده است. گوترش در توییت بازگشایی مکاتب از سوی امارت اسلامی را ستایش کرده و تاکید نموده است که همه درهای آموزش و پرورش باید برای دختران و پسران باز باشد تا آنها بتوانند برای افزایش ظرفیت خود آموزش ببینند. و میگوید این اقدام اکنون باید تصویب و عملی شود. عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف، به کابل نیوز گفته است که تمامی مکاتب در سال آینده شمسی برای پسران و دختران باز خواهد شد. ریان میگوید پس از این صنوف دختران و پسران از هم جدا خواهد بود و برای دختران فقط توسط معلمان زن تدریس می شود. ۱۹۳ محصل به شمول 30 دختر از یک پوهنتون خصوصی ولایت کندهار فارغ شدند. مسئولان این پوهنتون میگویند که این محصلین پس از فراگیری تحصیل در بخش‌های انجینری ساختمانی و کامپیوتر ساینس به سطح لسانس فارغ گردیدند. در همین حال محصلین جدید فارغ شده میگویند که حکومت باید برای محصلین تازه فارغ زمینه ادامه تحصیل و کار را مساعد سازد. در سایه تحولات سیاسی و مشکلات اقتصادی در افغانستان، گزارش های نیز به نشر داده می شود که مردم را برای آینده بهتر کشور امیدوار می سازد. در ولایت کندهار 193 محصل از یک پوهنتون فارغ و جشن فراغت خود را تجلیل نموده. مسئولان می گویند که در میان این محصلین 30 تن دختر است. موږ په مجموع کې 193 محصلین جامعه ته وړاندې کړي یا دوی ته نن د فراغت هغه سندونه ورکوو چې په دې کې شاوخوا 60 کسان د انجینري پوهنځۍ څخه فارغ دي او همدارنګه باقي نور محصلین د کمپیوټر پوهنځۍ څخه فارغ شوي دي. خوشبختی دا ده چې د دوی په جمع کې موږ تقریبا د 150 شاوخوا این محصلین از دولت می خواهند که برای آنان زمینه تحصیلات عالی تا مقطع ماستری و دکترا را مساعد نماید و به گفته آنان محصلینی که خواهان کار و وظیفه اند، دولت باید در مساعد نمودن زمینه های کاری کمک کند. تزوانان سخمی خواهش یا حیل داده چه خبیر تخبول تعلیمون تا در پخواه پسیر دولار سه و خبول الورز که هم تر ماستری و دکتری پری ورسیجی یعنی پر خبول و زدکر پری بسینه و نکری. هله او میدادی د شروعو څخه د مشران څخه چې موږ ته په دغه فیلډ کې د عملی کار زمينه راته برابر کړي او د نور مخته علم کولو زمينه راته برابر کړي او بل مهمه موضوع چې دا ده چې موږ ته د کاري فرصت زمينه برابر کړي. در میان محصلینی که از این پوهنتون خصوصی کندهار فارغ شدند، 30 تن آنان دختر است. آنان میگویند با وجود کثرت محدودیت ها توانستند که تا مقطع لیسانس تحصیل کنند
و به گفته آنان اکنون دولت باید برای آنان زمینه کار و ادامه تحصیلات را مساعد سازد. مسئله کل در سویل حواقم پسه حالت و سرمدغ زی تراور سا چلنس موش خوشبختانه ده فراغت غونده ده نکه ارگان که چه اغونی نرینه و تا ضرورت سلفی ساده شدینه و تا هم پا هر ارگان که هر زی که ضرورت ده نو کاری فرصتونه باید کاری فرصتونه هر سونی زیاد ده مرات سخم گوشتنه ده ده چه مخی سنگ شوز کار که و سنگ خپل وزیفو تطلل لکه مش چه پخوا کار که و خپل وزیفو تطلل خوارو چه اغسی و سیمارات مش تاغسی ونده راکی. این محصلین در شرایط از پانتون فارغ می شوند که در حال حاضر به صدها هزار جوان به شرایط کار آرستند، اما در افغانستان در نتیجه تحولات اخیر بیکاری افزایش یافته و تدارک فرصتهای کاری برای محصلین دیگر یک مشکل بزرگ دیگر است که جوانان با آنان دست و پنجه نرم می کنند. مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع از مناطق در امتداد خط فرضی دیورند در ولایت زابل دیدار کرده است. گزارش ها میگویند که هدف از این سفر استقرار نیروهای سرحدی در نزدیکی خط فرضی دیورند بوده است. همزمان با این قاری فصیح الدین لوی دلستیز وزارت دفاع در جریان سفر به ولایت نورستان یک لوا را در آنجا افتتاح و نیروها را در آن مستقر نمود. این در حالی است که پیش از این چندین گزارش از درگیری بین نیروهای امارت اسلامی و نیروهای پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورند و سرحد با ایران نشر شده بود. ادامه خبر پس از وقفه کوتاه. ادامه خبر. روسیه میگوید اوکراین باید در آینده بی‌طرف بماند و با ناتو یک جان نشود. بر اساس گزارش‌ها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در صحبت تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود گفته است که اوکراین باید بی‌طرف بماند و برای یک جا شدن با ناتو علاقمندی نشان ندهد. در این گفتگو مسکو همچنان خواسته است که کریمیا و برخی از مناطق شرقی اوکراین باید بخشی از خاک روسیه شود. پوتین همچنین به اردوغان گفته است که این موضوع تنها از طریق گفتگوهای رو در رو با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین قابل حل است. از سوی دیگر رئیس جمهوری اوکراین گفته است که به مذاکرات علاقمندی دارد. در همین حال ترکیه آمادگی خود را برای میزبانی مذاکرات بین دو رهبر اعلام کرده است. از سوی دیگر اولاف شولتز صدر اعظم آلمان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته است تا دستور پایان دادن به حمله مسکو بر اوکراین را بدهد تا راه حل دیپلماتیک دریافت و به گفته وی از بروز فاجعه بشری جلوگیری شود. دفتر شولتز در اعلامیه گفته است که رهبران دو کشور امروز یک ساعت کامل در مورد جنگ جاری اوکراین و راه های پایان دادن به آن بحث کردند. از سوی دیگر کرملین در اعلامیه جداگانه گفته است که روسیه آماده است تا تلاش های خود را برای یافتن راه حل اصولی ادامه دهد. روز جمعه نیز برای اوکراین نارام بود. نیروهای روسی حملات راکتی را بر شهر لفیف اوکراین انجام دادند و به گفته شاروال شهر لفیف چندین راکت صبح امروز در نزدیکی میدان هوایی اصابت کرد. در همین حال ژاپن و استرالیا تحریم‌های تازه را علیه روسیه وضع کردند. وزارت مالیه ژاپن میگوید که تا اکنون بر 76 تبعه و 12 نهاد روسی به صورت جداگانه تحریم وضع کرده است. استرالیا همچنین به شمول 2 میلیاردر بر 41 سرمایه‌دار روسی تحریم وضع کرده است. موریس پین وزیر امور خارجه استرالیا گفته است که استرالیا از نزدیک با شرکای بین المللی خود برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه همکاری می‌کند. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین گفتگوی تلفنی خواهد کرد. رهبران این دو کشور در حال صحبت می‌کنند که ایالات متحده بر چین فشار وارد کرده است تا با مسکو در بخش حمایت از حمله روسیه بر اوکراین همکاری نکند. ممنون از توجهتان. به خبرهای این ساعت وقت خوش. خدا نگهدار.